امام نسائی، امام نسائی حافظ شیخ الاسلام کاتب حدیث های صحیح و ضعیف، عبدالرحمن احمد ابن شعیب ابن علی ابن سینان ابن بحر خراسانی نسائی صاحب کتاب سنن. امام نسائی سال 215 هجری در نسا تولد شدند و در سن خودسالی طلب علم کردند و برای طلب علم سال 231 هجری به قتیبه سفر کردند و در آنجا یک سال و یا بیشتر از آن باقی ماندند. امام نسائی رحمه الله حدیث ها را از قتیبه ابن سعید و اسحاق ابن راهوی و هشام ابن عمار و احمد ابن منیع، حنان ابن سری و غیر از علما گرفتند و از امام نسائی رحمه الله باشد امام ابو جعفر طحاوی، ابو علی نیشابوری، ابو بکر احمد ابن محمد سنی، ابو القاسم سلیمان ابن احمد طبرانی و غیر از علما روایت کردند. امام نسائی خاکسار و خداترس بودند. جرح و تعدیل اون کس برای روایت حدیث ها در نزد علما معروف و مشهور بود. امام حاکم رحمه الله گفت از ابوالحسن دارالقطنی چند مراتبه شنیدم که می گفت ابو عبدالرحمن در علم حدیث در پیش است و هم در زمان خود در جرح و تعدیل روایت کننده های حدیث از بهترین ها بود. امام نسائی رحمه الله به خود روزه داشتن را وظیفه کرده بود که آن روزه روزه داوود علیه السلام بود. از کتاب های تعلیف شده امام نسائی کتاب سنن کبرا که آن را اختصار کرده کتاب مجتبا نامیدند و این کتاب از شش کتاب درجه خاص داشته در علم حدیث است. اینچنین به امام نسائی کتابی هست که آن به نام فضائل صحابه و کتاب دیگر خصائص علی. محمد ابن موسی مأمونی که دوست امام نسائی بود گفت قومی را شنیدم که ابو عبدالرحمن نسائی را به بدی یاد میکردند، زیرا آن کس کتاب درباره خصائص علی رضی الله عنه نوشته فضائل ابو بکر عمر را ترک کرده باشند. این خبر را به امام نسائی رساندم، پس آن کس به من گفتم وقتی که به دمشق رفتم دیدم که بسیار مردم از گفته های علی رضی الله عنه می گریختند. پس من یک کتاب به نام خصائص علی رضی الله عنه را تعلیف کردم و خواستم تا به سبب این کتاب الله سبحانه و تعالی آنها را هدایت بکند. امام نسائی در مصر زندگی کردند و در آنجا کتاب های تعلیف کرده امام نسائی پهن کردید و مردم از آن کتاب استفاده می بردند. پس از آنجا به دمشق آمدند و در روز دوشنبه 13 ماه سفر سال 303 هجری از دنیا گذشتند. الله سبحانه و تعالی امام نسائی را به رحمت وسیع خود داخل گرداند.